به تو توسل میکنیم ای همانی که ما را به تجهیز بر سلاح پیامبر که دعاست توصیه کردی، و اینک در جوار تو، دلهای ما در جوار توست، و اینک در جوار تو ای علی ابن موسر رضا دعا میکنیم، زیارت میکنیم. آقا جانم سلام بر تو، دوباره آمده ام با روی سیاه، دوباره آمده ام و محتاج نگاهی از شما، آمده ام سر بر دامان پر از رحمتت گذارم تا شفاعتم کنی، تا دستانم را بگیری و مرا پله پله بالا بری. سلام به تمام دست هایی که امروز برای دعا به آسمان ها بلند شدند. سلام به تمام چشم هایی که زیارت او را به انتظار می کشند. سلام به تمام لبهایی که نام آقا را می برند. سلام به تمام قلبهایی که از حضور عشق آقا سرشارند. سلام به تمام قلمهایی که از او می نویسند. سلام به تمام انسانهایی که به او ایمان دارند، و سلامی گرمتر از تمام آفتابها، زلالتر از تمام آبها، سبزتر از تمام بهار تقدیم به تو ای خورشید خراسان، ای خورشید شهر، ای بزرگ مرد مشرقی. آقا جان چه می شود که چشمهای من را لایق حضور ببینی؟ چه می شود؟ چه می شود که به یک اشاره برفهای نشسته بر وجدان من را ذوب کنی؟ بتاب مولای من، بتاب و بتاب که دیگر برای هیچ کس جای انکاری نماند. آقا جان دانه های تسبیح من نای چرخیدن ندارند، بس که نام تو را گفتیم، بس بتاب. آقا جان روزگار خیلی خسته است، روزگار خیلی خسته است، روزها کسل شدند و دقیقه ها غم‌انگیزند. آقا نسیم دعاهای ما کم رمقند، انگار قدرت وزیدن ندارند. چگونه می شود این همه دعا کرد و طوفان نشود؟ آقا این گره فقط به دستان خودتان باز می شود، مثل همیشه که گره دلها را باز می کنید، عقده اشک‌ها را می گشایید، دلتنگی ها را از صحنه سینه ها پاک می کنید. دست شما گره گشاست، خدا به شما نه نمی گوید. امشب که میلاد توست امام من، امشب که میلاد توست، تو را به آن همه عنایت ها، به آن همه رحمت ها، به آن همه پاکی هایت، دست ما را هم در این دیار دور افتاده بگیر و فردای من را به برکت ولایتت مبارک ساز. آمدم ای شاه همان
لایق وصل تو که من نیستم، لایق وصل تو که من نیستم، اذن بی یک لحظه نگاهم بده رضا جان. اوست نشسته در نظر، اوست گرفته شهر دل، و اوست که تن را سبک می کند و دل را مطمئن و روح را پران و جان را آرام.